سرخط مهمترین اخبار امروز: کشته شدن دو نظام پیشین در ولایت فاریاب، بازداشت یک وکیل مدافع در ولایت پنجشیر، انتقال مهاجران افغان واجد شرایط از پاکستان به امریکا، کشته شدن معاون رهبر حماس و چند خبر دیگر. با من اسماعیل میری از افغان اکادمی. یک آموزگار پیشین زبان انگلیسی در کابل به قتل رسیده است. منابع میگویند که یک آموزگار پیشین زبان انگلیسی در شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. با گفته منابع، این فرد عبدالرشید درویش نام داشت و استاد پیشین انستیتوت زبان انگلیسی مسلم بود. یک منبع معتبر بر رسانه ها گفته است که درویش حوالی ساعت 3:50 پس از چاشت روز دوشنبه در منطقه قرغه از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است. منابع در انستیتوت زبان انگلیسی مسلم در کابل بر رسانه ها گفتند که این نهاد از سوی نیروهای امنیتی طالبان تماس دریافت کردند که عبدالرشید درویش کشته شده است. منبع افزود است که درویش یک سال پیش از سمت خود به عنوان آموزگار استعفا کرده بود. تا کنون انگیزه قتل این فرد روشن نیست. مسئولان امنیتی طالبان در کابل هم در این مورد ابراز نظر نکردند. علیرغم ادعای طالبان درباره تامین امنیت و کاهش جرایم، موارد چشمگیری از قتل‌های مرموز گزارش می‌شود. بر اساس آمار روزنامه اطلاعات روز، تا 3 ماه اخیر 122 نفر در رویدادهای جنایی، 12 نفر در قتل‌های فراقضایی، 51 نفر در حملات و انفجارات و 18 نفر دیگر در انفجار ماین کشته شدند. استخبارات طالبان در پنجشیر یک وکیل مدافع را بازداشت کردند. منابع محلی در پنجشیر خبر دادند که استخبارات طالبان در این ولایت یک وکیل مدافع را بازداشت کردند. این وکیل مدافع احمد باسر علیم نام دارد و باشنده اصلی دره عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر است. منابع گفتند که آقای علیم روز دوشنبه هنگامی که میخواست از پنجشیر به سمت کابل برود، در بازرسی استخبارات طالبان در منطقه دالان سنگ ولایت پنجشیر بازداشت شده است. با گفته منابع محلی، این وکیل مدافع با مخالفان طالبان ارتباط نداشت و با پذیرش مقررات طالبان فعالیت میکرد. منابع توضیح میدهند که طالبان سال گذشته نیز نزدیکان این وکیل مدافع از جمله برادر او را بازداشت کرده و برای مدت زندانی کرده بودند. دو نظام پیشین در فاریاب و اروزگان به قتل رسیدند. منابع محلی از قتل دو نظام پیشین توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت های فاریاب و اروزگان خبر میدهند. با گفته منابع محلی، در فاریاب یک نظام پیشین بعد از روز دوشنبه در روستای اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب این ولایت به قتل رسیده است. منابع میگویند که این نظامی پیشین خان نام داشت و هنگام ادای نماز ظهر در مسجد به قتل رسیده است. بر اساس اطلاعات منابع، خان در زمان حکومت پیشین افغانستان فرمانده یکی از گروه های خیزش مردمی بود. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است، اما یک منبع گفته است که او بر اثر خصومت‌های شخصی به قتل رسیده است. شمس الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب، این رویداد را تایید کرده و گفته است که بررسی در این مورد جریان دارد. در یک رویداد دیگر، یک نظامی پیشین در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نیز به قتل رسیده است. منابع محلی میگویند که این نظامی پیشین شاهین نام داشت و شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس از خانه‌اش در گیزاب بیرون آورده شده و به قتل رسیده است. به گفته منابع، این فرد در دوره حکومت پیشین افغانستان عضو نیروهای پلیس در ولایت اروزگان بود و پس از تسلط طالبان زندگی عادی داشت. هنوز انگیزه قتل این نظامی پیشین مشخص نشده است. مسئولان محلی طالبان در اروزگان در مورد این رویداد هنوز اظهار نظر نکردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که در پی حمله نیروهای این جبهه بر موتر نظامی طالبان در قندوز، یک عضو این گروه کشته شده و دو جنگجوی دیگر زخمی گردیده است.
جبهه مقاومت ملی در صفحه فیسبوکش نوشته است که این حمله حوالی ساعت 10 سه‌شنبه شب در منطقه قل ارباب خیل ولسوالی امام صاحب این ولایت انجام شده است. این جبهه بدون مشخص کردن نوعیت حمله افزود است که پس از انجام این حمله درگیری مسلحانه میان دو طرف نیز صورت گرفته است که از تلفات آن خبر در دست نمی باشد. یک بس مسافربری در ولایت فرا آتش گرفت. منابع محلی در ولایت فرا می گویند که یک بس مسافربری 9580 دچار آتش سوزی شده و سوخته است. به گفته منابع محلی این موتور ساعت 4 پس از چاشت روز سه‌شنبه در ولسوالی بالا بلوک در مسیر شهرهای کابل هرات آتش گرفته است. منابع گفتند که در این حادثه به مسافران آسیبی نرسیده. دونالد بلوم سفیر امریکا در اسلام آباد در دیدار با جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه موقت پاکستان بار دیگر به انتقال امن پناهجویان واجد شرایط افغان به امریکا تاکید کرده است. این وزارتخانه روز سه‌شنبه در بیانیه نگاشته است که دو طرف در این دیدار در مورد پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو کردند. این دیدار بعد از بالا نگرانی ها از خروج اجباری پناهجویان واجد شرایط اسکان مجدد در امریکا از سوی دولت پاکستان به افغانستان صورت گرفته است. برغم تعهد اسلام آباد مبنی بر عدم اخراج پناهجویان در معرض تهدید به افغانستان، اما گزارش های از اخراج اجباری آنان از سوی پلیس پاکستان منتشر شده است. چند روز پیش رسانه رویترز گزارش داده بود که پلیس پاکستان دست کم 130 پناهجوی افغان در معرض تهدید را که در انتظار انتقال به امریکا بودند را اخراج کرده است. این در حالی است که در ماه گذشته میلادی نیز چندین مقام آمریکایی در سفرشان به پاکستان از این کشور خواستند تا روند اخراج پناهجویان افغان به ویژه افرادی که واجد شرایط دریافت ویزای آمریکا هستند را متوقف کند. طبق اطلاعات هزاران همکار سابق نظامی آمریکا در افغانستان و افراد در معرض تهدید پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان فرار کردند. آنان با گذشت بیش از 2 سال هنوز موفق به دریافت ویزای بشر دوستانه از سوی دولت آمریکا نشده اند. و خبر خارجی را با کشته شدن معاون حماس در لبنان آغاز میکنیم. مقام های حماس گفتند که در پی انفجار در بیروت پایتخت لبنان، صالح العاروری یکی از رهبران ارشد این جنبش کشته شده است. اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه 2 جنوری به نقل از مقام های حماس گزارش داده است که در پی وقوع انفجار شدید ناشی از حمله هوایی بدون سرنشین اسرائیل در بیروت، در کنار العاروری 5 تن به شمول 3 عضو دیگر جنبش حماس کشته شدند. باسم نعیم یکی از اعضای ارشد حماس کشته شدن العاروری را تایید کرده است. مقام های اسرائیلی تا کنون در مورد این حمله ابراز نظر نکردند. اما بر بنیاد اطلاعات تل اویو حتی پیش از حمله 7 اکتبر حماس کشتن العاروری را برنامه ریزی کرده بودند. امریکا نیز برای کشتن و بازداشت این مقام ارشد حماس $5 میلیون پاداش نقدی تعیین کرده بود. العاروری از بنیانگذار شاخه نظامی حماس که مدت رهبری نظامی این جنبش را در کرانه باختری نیز بر عهده داشت، متهم به انجام چندین حمله بر خاک اسرائیل بوده است. جنبش اسلامی حماس در بیانیه این حمله را تروریستی و خائنانه از سوی اسرائیل خوانده است. با این حال محمد آشتی نخست وزیر اداره خودگردان فلسطین با محکوم کردن این حمله در مورد پیامدهای آن هشدار داده است. این در حال است که چند پیش سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هشدار داده بود که از هر گونه حمله اسرائیل بر مقام‌های حماس در لبنان انتقام خواهد گرفت. لی جای میونگ رهبر حزب دموکرات کره جنوبی روز سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر بوستون در جنوب این کشور از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت و زخمی شده است. با گزارش رویترز کون جیل سونگ سخنگوی این حزب گفته است که لی جای میونگ به سیول منتقل شده است. فیلم ها و عکس های منتشر شده نشان می دهد که حمله زمان رخ داده است که لی جای میونگ در حال بازدید از محل پیشنهادی برای ساخت یک میدان هوایی در بوستان بوده است. هنگامی که لی جای میونگ در میان خبرنگاران صحبت می کرد، مرد مهاجم که ظاهراً 50 یا 60 سال است به طرفش رفت و
پس از درخواست امضا به وی حمله کرد. فیلم ها نشان می دهد که محافظان و ماموران پلیس به سرعت مرد مهاجم را کنترل کردند. دفتر یونگ سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی با صدر بیانیه این حمله را محکوم کرده است. لی جای میونگ اپوزیسیون دولت فعلی کره جنوبی است. او در انتخابات ریاست جمهوری 2022 این کشور با اختلاف اندک شکست خورده بود. و آخرین خبر از زمین لرزه در ژاپن. رسانه های ژاپنی گزارش دادند که شمار جانباختگان زمین لرزه 7.6 ریشتر در مناطق غربی این کشور به 48 نفر افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری NHK، مقام‌ها در ایشیکاوا دست کم از انتقال 60 زخمی به شفاخانه های این شهر گزارش دادند. مقام‌ها در این ولایت ژاپن گفتند که حدوداً 50 گزارش دیگر از گیرماندن افراد در ساختمان های فرو ریخته دریافت کردند و آتش نشان ها در حال نجات افراد از زیر آوار هستند. بر اساس گزارش NHK، مقام های دولت ژاپن گفتند که به اثر این زمین لرزه هزاران خانه فرو ریخته، جاده ها ترک برداشته و دسترسی به بسیاری از مناطق مشکل شده است. این رسانه افزوده است که گزارش های هوایی نشان می دهد که بخش بزرگی از شهر واجیما در آتش سوخته است. در گزارش این رسانه آمده است که بر اثر این زمین لرزه ترک های به طول 10 متر در باند میدان هوایی شهر نوتو در ولایت ایشیکاوا به وجود آمده است.